هزاره دوم قبل از میلاد، دمشق، بسنیه، بلندی های جولان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العلي العظيم. سلام یا نبی خدا. سلام بر نبی سلام. خدا سلام. زحمت کشیدید، کافی است. بچه ها نیامدند؟ دیر نشده، می آید. سلام پدر. سلام یوئیل عزیزم. سلام بر نبی خدا. سلام خزایی. امروز از صحف درس گرفتم. مبارک است. پس استاد درس از صحف ابراهیم علیه السلام را آغاز کرد. بله. خب بیا ببینم چی نوشتی. بت‌های چوبین را که جانی نیست شما را به کار نیاید. خداوند یکتا را ستایش کنی. چه زیباست. قدر استاد خیش را بدان فرزند. حتما. خزعیف؟ بله. در درس یاریش میدهی؟ به دیده من ندارم. آرا چه میکنی دخترم؟ امروز تبخنان با من است. بگذار من هم کمکت کنم. نه پدر، به تنهایی میتوانم. انبان گندمت نزدیک به انتهاست. میروم پرش کنم. چه میکنید؟ راضی به رنج شما نیستم پدر. چه رنجی؟ بنچین. مولای من، نه. اگر اجازه ده. رو بگو، اهل کدام دیار هستند؟ یکی از نواحی شام به نام بسنیه که در بیان دمشق و رمله واقع است. او را ثروتمندترین مرد همه بلاد خویش می‌داند. آنچنان که مکنت او را حساب نیست. گفتم خواهم یافت. من هم اگر این پول ثروت و مکنت داشتم لحظه ای سر از سجده بر نمی‌داشتم، چون ترک عبادت خداوند همان و از کف دادن مکنت همان. او را همسر درستدار و سه دختر پاکدامن از با همسری زیبا و مهر به همراه کنیزان و غلامان و خدم و حشم. های رو در عرش بکنید، کلوف بنوازید، در کرنا بدمید که چه؟ ما ایوب را همه چیز بخشیده ایم تا بندی صالح و با ایمان شود و عجیب این چه شده است. خاموش ابلیس خبیث، این همه را ایوب جز برای خدا نمی خواهد و جز برای او صرف نمی کند. آرزوی وصل با معبود میزان و معیارهای دنیایی را در هم می ریزد و همه چیز برای انسان رنگ او را می گیرد. این ها همه حرف است. هزار یک این همه نعمت چشم تاریک را بینا و ارواح مرده را زنده می کند. ایوب مورد آزمون قرار می گیرد و تو نیز وسیله آزمونی. از همکنون مودر چنگ من هم او را شکست خورده بدانی. آنگونه که خواهی عمل کن، تو و هر آن کس که تو را پیروی کند در عذاب مخلد و جاویدان خواهد ماند.
خسته شده اید ها؟ از پا در آمدیم. شما هم که مسکینی نیافته اید. همینطور است، دیگر نای گشتن برای ما نمانده. اگر نبی خدا خشمین شد پاسخ چیست؟ نگران نباشید، او می داند که ما تلاش خیش را کرده ایم. شما بروید، ما پس از گشتی کوتاه می آیم. بسیار. من که نای گشتن ندارم. برویم. بیا برادر، بیا و لحظه ای بیا سای. حتما خسته ای، بیا بنشین قدری استراحت کن. بنشین. خب از کجا میایی؟ با شما همسایه هم. تو اهل همین شهری؟ آری، اهل بسنیه. شنیدید چه گفت؟ او اهل همین شهر است، بسنیه؟ رحیمه؟ نمیخواستم اینطور بشود. مرا ببخشید که شما را آزردم. نه عزیز من، تو مرا به وظیفم آگاه کرده ای. بله یا نبی الله. ایمان عزیز من را کودکانی عزیز و شیرین است. اگر آنان را خوشنود کنی خدا را خوشنود کرده ای. حتما، به روی چشم. یلداد، چه امریست مولای من؟ برادر عزیز من را توان بردن این گندم ها نیست. تا به مقصد یاریش میکنی؟ حتما. ما را عفو کنید پدر. اگر اجازه دهید ما یاریش میکنیم. یا نبی الله، هم میتواند وسیله کشت و زرع گردد، هم تجارت. آیا نیاز دیگری هست؟ به سلامت. سلام مرا به همسر و فرزندانت برسان. اگر ایوب از این درد بمیرد بجاست. انبارهای من آکند از گندم باشد و خانم پر از نعمت، اما در جوار خانه من پیرمردی فقیر به همراه کودکانش سر گرسنه زمین بگذارد، آیا آتش دوزخ را توان تحملتان هست؟ گمان کرده اید کوتاهی در حق فرزندان گرسنه این پیرمرد جز خشم خدا را به همراه دارد؟ که شما را آزرده پوزش می طلبیم. سوگند خدا را که از این پس لحظه ای از فرمان رسولش غفلت نخواهیم کرد. اطعام نیازمندان تنها رفع حاجت مادی ایشان نیست، شما با این کار دین خدا را نیز وسعت می بخشید. سزاوار این همه تندی بودند. من از آنان راضیم، خداوند یاریشان کنه، اما در خصوص کمک به مسکینان باید که سخت گیر باشم، چرا که امانت دار آنانم. سلام بر گزیده‌ترین بندگان خداوند در زمین. باز هم صدای نامیمون آشنای دیدی.
آشنای دیرین آه اما نامیمون کمتیست چرا که خبری خوش آورده حتما خبری خوش برای خوشحالی من خبر از برای عالم هستیست چهارمین مرتبه از عالم غیب کاملا درست فهمیدی مجامع گوناگونی از ملائک را دیدن که سخن از بهترین بنده خداوند در میان داشتند بدین جا نیامدن مگر آنکه نامان بهترین شایسته را به عرض برسان خب مشتاق شنیدنی هم؟ مشتاق شنیدن گفتار تو نیستم گفتی که مشتاق نیستی؟ این اشتیاق را در عمق چشمانت میتوان دید آن فرزانه برگزیده را ایوب نام است ایوب پیامبر آیا باور میکنی که نام تو ورد زبان افلاکیان باشد؟ پروردگار من به درون من آگاه است که خیش را گناهبارترین میدانم نه بهترین گناهبارترین؟ به 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 از این همه فروتنی چه کامه قدسیان عرشکشین در ثنای تو سروده می شود و محفل ملائک را سخن تو گرم می دارد و تو خود را گناهبارترین می دانی؟ خوشا به حال فروتنان و بدا به حال فرصت طلبان که از هر روزنی برای رخنه کردن استفاده می کنند فرصت طلبی؟ چه استفاده ای؟ چرا این همه بدبینی؟ ولی تو حقیر رانده شده باید می دانستی که ایوب جمله محامد را برای خدا می داند و بس باید می دانستم میدانستم که تیر همیشه به نشانه نمی نشینه پروردگارا گفته بودم که توان چیره شدن بر بندگان خالص را ندارم باز هم ترفندی دیگر هیچگاه دست از توطئه بر نمی بس است چه شده آشنای دیرین تو را درمانده می بینم درمانده؟ آری درمانده من اقرار میکنم که هیچ کس چون تو مرها درمانده نکرده خدا تو را بدین ذلت افکنده است نه من خدا گمان کرده ای که نمیدانم چرا این همه او را یاد میکنی گمان کرده ای باور میکنم که ایمان من شایی خدا چنین انتظاری ندارم زیرا اگر تو را باوری بود رانده درگاه حق نمی شدی من اگر رانده شدم به دلیل سجده نکردنم بر تو بود چون تو را می شناسم من همه انسانها را می شناسم نیم زبان این همه نعمت دلت را به یاد و زبانت را به شکر گویا سخت دور شو پلید لعین اگر او را یاد می کنم تنها به یک دلیل است و آن دلیل خود اوست او شایسته ذکر است و سزاوار شکر پروردگار من همیشه قابل تقدیس است چه ایوب سر بر آستان کبریایش فرود آورد چه نیاورد او بزرگتر از آن است که به وصف درآید و عبادت حقیری چون من او را به چه کار آید خواهیم دید ایوب خواهیم دید آنها مسلح نیستند همه را بکشید
گوسفندان از آن شما هستند. یاران ما را کشتند و تمامی احشام را به غارت بردند. ای وای عزیزان ما. نفرین خداوند بر آنان باد که زخم بیدادشان را همیشه به جان داریم. همیشه آنها یاران من را کشته و اموال من را به غارت بردند و این اولین بار آنها نیست، اما آخرین بارشان خواهد بود. به یاری خداوند خونبهای یاران من را از اشرار می ستانیم. خدا چه شده؟ نمیم کنید مصیبت کشتن همه را کشتن. چه شده؟ باز هم مصیبتی دیگر؟ خدایا به تو پناه میبری. آنان چند صد سوار بودند و ما چند نفر با شمشیر به ما حمله کردند. سواران کلدانی و سرداران پادشاه بابل بودند. یا به تو پناه میبرم. امشب چه خبر است؟ خدا شما که آسیبی ندیده اید. به لطف خدا نه، خوبیم.
پس این چه بود؟ همه چیز رو آدم بلا آمده. یا نبی الله، یا مولای من، آدم چه شده؟ همه چیز رو یا مولای من شوفر بلا آمده. چه شده؟ یاری من کن آتش. چه آتشی؟ آتش یاری من کن بلا آمده. بلا سوپر باز هم مصیبتی دیگر؟ بلا آمده یا نبی خدا. دیگر نمی شود آرام باشید، آرام باشید، آرام. بسیار خوب، حال بگو بدانم چه شده. با کشاورزان در مزرعه بودیم. از کجا که زمان امتحان ما فرا نرسیده باشد؟ امتحان؟ 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 امتحان چه؟ چه امتحانی پدر؟ همان امتحانی که خداوند از همه پیامبران پیش از من نیز به عمل آورده است. در مقابل این امتحان چه باید کرد؟ همان گونه که گفتم صبر. دوباره تلاش میکنیم و به دست میآوریم. آب رفته را به جوی باز میگردانیم. ما هنوز زنده ایم. رسول خدا را یاری میدهیم. باز از همه شما سپاسگزارم. در برابر مشیت او تسلیم باید بود. اگر اراده کرده آن چتایم فرموده باز پس گیرد، از آن بیمناکم که شما هم از این بلا ایمن نباشید. پس بهتر از شما همینجا را ترک کرده و به دیار خیش بروید. بانوی من، شما چیزی بگویید. اگر پیرو به او هستید، فرمانش را اطاعت کنید. به یقین رضایت خدا هم در این است. تا به ما در محضر نبی خدا احساس بردگی نکرده بودید، در حالی که امروز چون صاحبی بنده آزاد می کنند. این چنین نیست عزیزانم، این چنین نیست. یاران خیش از مهلک می رهانم. اگر از من شما را گزندی رسیده یا خاطرتان را آزرده ام، از شما طلب عفو و بزرگواری دارم. آزارمان ندهید نبی خدا. نهارا، زخمهایشان را مداوا کنید. خدایشان خیر دهد، یارانی با وفا و صدیق بودند. آریتی از جانب خدا بودند که بازشان ستاند. حال پس از رد این امانات سبک بارتری و در بلاهایش صابر و شاکر خواهیم بود.
استاد، پدرم از اینکه درس از صحف ابراهیم علیه السلام را آغاز کرده اید خوشحال شد و گفت باید قدر شما را بدانم. از نبی خدا سپاسگزارم. سلام به همگی. سلام. بفرمایید. داخل شوید. درس استاد ساعتی بیش طول نخواهد کشید. منتظر میمانم. این دست کدام عزیز است؟ آیا این گیسوان زیبای نهارای من است؟ این صورت خونین یوهیل من است که این گونه جان گداز جان سپرده است؟ ول کدام یکیتان را ناز و نوازش کنم، برای کدامتان نوع سرایی کنم؟ ای ما دیده ی تابناک آسمان، شب دیجور را بیهود مشکن که روز من نیز سیاه است. دیدار تو زین پس مسرورم نمی کند، چرا که مرگ عزیزانم را نگریستی اما خاموش نگشتی. چهره در پس ابرهای تیره پنهان کن تا جهان چون روزگار سیاهم تیره گرده. خداوند را صبر دهد، داغ ده فرزند مشکل است. این مصیبت اگر بر کوه نازل شود توان تحملش را نخواهد. هفت پسر و سه دختر، هفت پسر و سه دختر را به یک لحظه از دست دادن چه کسی را توان تحمل است؟ عزیزانم جملگی نابود شدند. اگر بودی یا می دیدی، اگر بودی یا می دیدی که استخوان‌هایشان چگونه در هم شکست و کسان پیوند حیاتشان گذشت. نور چشمانم چرا به منزلگه سرد و تاریک خاک آشیان گرفتی و ما را تنها گذاشت؟ خزان گلستان ایوب که زود فرا رسید.
از این پس به چه کس امید بندم؟ به چه چیز دل خوش بدارم؟ انسان به امید زنده. امیدهای من که پرپر شده، چگونه به زندگی دل خوش بدارم؟ آری چه بیهوده است زندگی اگر امید نباشد. چرا انسان خود را از قید این بیهودگی رها نسازد؟ پروردگارم، جز تو پناهم نیست، در نومیدی جز به سوی تو راهی نیست. اگر او پناه بی پناهان می بود، این چنین مصیبتی بر تو روا نمی داشت. مرا چه شده؟ اگر این مصیبت از جانب خداست، پس چرا رو به سوی او نیاوردم؟ از آنجا که به او هم امیدی نیست. پروردگارا، همیشه و در همال به سویت روی آوردم. مصائب پیشین را به یاری تو تحمل کردم، پس چرا این مصیبت آخر؟ از آنجا که در این مصیبت آخر من تو را به غفلت انداختم. غفلت؟ این تو هستی؟ پس با تو هم آوا شده بودم؟ تلاش تو بیهوده است، تو را از دام من گریزی نیست. دور شو پلید، دور شو. خواهی دید ایوب، خواهی دید. پروردگارا، شیطان از تو غافلم کرد و داغ فرزند را در نظرم بزرگ جلوه‌گر نمود. حالا اینکه فرزندانم از آن تو بودند، پروردگارا، بر خطای خیش معترفم. تو عطا فرمودی و باز پس گرفتی. در برابر بخشیدن و باز پس گرفتن، خشم و خوشنودی و سود و زیان، تو را سپاس میگویم و از این خطا توبه میکنم. پروردگارا، مباد که توبه ام را نپذیری، مباد که این خطا میان من و تو حجاب افکند و از این پس به دیدار تو نائل نگردم. معبودم، ببین ایوب چگونه پشیمان است. ببین چگونه اشک ندامت میریزد. بر این خاک مذلت که پیش رو دارم، چهره نهاده و بر ذلت خیش اعتراف میکنم. عزیزا، رحمت آورده و این ذلیل را بنواز. چه امتحانید؟ امتحان یک روز، دو روز، یک ماه، یک سال، در نهایت باید تمام شود یا نه؟ ظاهراً مصیبت این خانواده پایان ندارد. تا دامنگیر همه نشود، دست بردار نیست. من باز هم میگویم، باید او را تحمل کرد. هرچه باشد، او پیامبر ماست، بر گردن ما حق دارد. چقدر تحمل؟ 7 سال کافی نیست؟ خاموش! چرا جنجال میکنی؟ او که با ما کاری ندارد. پس از اون که همه چون ایوب به خاک سیاه نشستند، باید اقدام کنیم؟ همین که از آغاز مصائب ایوب برکت از این شهر رفته کافی نیست؟ حرف آخرین که آنها را باید بیرون کرد. بسیار خوب، اما هر کاری راهی دارد.
پیدا کردن راه با شما، ولی اگر کوتاهی کنید ما خودمان اقدام خواهیم کرد، به شرط آنکه شما دخالت نکنید. سراسیمی، درود بر نبی خدا. درود بر تو ایزد، خوش آمدی. چه میکنی؟ جمعی از مردم به اینجا میایم. گفتم بهتر از مطلع باشید. عجب، پس یاران دیرین عزم دیدار ما کردند. آنها را ظاهرن قصد خیلی نیست. هر کس مدعون اعمال خیش است و کشتی خیش درو می کند. جویا شوید که این مصائب نتیجه کدام خطای ایوب است. کسی در خانه نیست؟ اگر جوینده باشد چرا نیست؟ سلام بر نبی خدا. سلام یا نبی الله. درود خداوند بر شما باد. خوش آمدید. بفرمایید برادر، بفرمایید. خوش آمدید. راحت باشید، راحت باشید. از این که توان برخواستنم نیست پوزش می‌طلبم. بفرمایید. وضع و حالتان چگونه است؟ شکر خدا. آنجا که رسیدیم باید کار را یک سری کرد. صبر دیگر جایز نیست. آیا برای درمان اقدام کرده اید؟ طبیبی، دارویی، درمانی؟ این مرض از طبیب است و راضی به درمان نیستم مگر خود مداوا کند. حال بگویید احوال دیگر دوستان چگونه است؟ در حقیقت ما را به نیابت به حضور فرستاد. بفرمایید. غرض از تصحیح وقت شریف این است که شایعاتی شده بود که برایش پاسخی نمیافتیم. بهتر دیدیم خدمت برسیم و ضمن تفحص در حالتان رفع شبهه نیز بشود. البته میدانید که پنهان کردن شایعات ممکن نیست مگر با دوختن زبان مردم. بی پرده سخن بگویید. حقیقت این است که این بلاهای گوناگون و مصیبت‌های بی‌پایان مردم را به حیرت انداخته و هر کس هزار سوال از خود می‌کند که برای هیچ یک پاسخی نمی‌یابد. این به گفته شما بلا یا به زعم من آزمونی از جانب خداست. چرا خداوند این همه بلا و مصیبت یا به قول شما آزمون را فقط برای شما قرار داده؟ چرا این همه رنج را پایانی نیست؟ آنان که خدا را دوست دارند رنج و نعمتش را یکسان به جان می‌پذیرند. رنج و عذاب همیشه در ازای خطاست. مصیبت شاید در نتیجه خطاست. خداوند
خطاهای بزرگان یک قوم را مکافاتی بزرگتر می‌دهد. آیا مصائبی را که پیامبران تحمل کردند در ازای خطا بوده است؟ کدام پیامبر؟ تو خود را پیامبر می‌دانی؟ ساکت باش سوفر. او به دروغ دعوی رسالت می‌کند. بس کن الیفاس. شما مشتی پیمان شکن دو چهره اید که به جهالت سخن میرانید. قرار بر این بود که تندی نکنید. آیا قول نداده بودید؟ اگر ما را به نیابت انتخاب کرده اید، پس چرا حفظ و حرمت نکرده خود سخن میگویید؟ روزگار همیشه بدین منوال نمیماند. خدایی که ما را به مصیبت دوچار کرده، اگر اراده کند رفع مصیبت نیز خواهد کرد. اگر خیر و شر به دست خدا بود، اینطور شما را در چنگ بلا رها نمی کرد. آه، الیفاز راست می گوید. ساکت باش الیفاز. تهمت‌های ناروایتان را تحمل می کنم، اما سخنان کفرآمیزتان را هرگز. چه شده؟ آیا پیامبر خدا از شنیدن حقیقت وحشت دارد؟ حقیقت؟ آن هم از زبان مفسدانی چون شما؟ ساکت باش سوفر. خنده دار است پیامبری که خود به نفرین خدایش گرفتار آمده است. ما پیامبر خطاکار نمیخواهیم. تو نفرین شده ای. بس کنید. شما را چه میشود؟ نفرین خدا بر شما باد که پیامبرش را نفرین شده میدانید. بترسید از روزی که بلاهای او دامنگیر شما هم بشه. چه خبر است؟ شرم نمی کنید؟ آیا بیماری او مصری نیست؟ شما را مبتلا نخواهد کرد؟ از کجا که این بیماری در همه شهر گسترده نشود؟ خداوند هیچگاه پیامبران خود را به بیماری مصری و مشمئز کننده دچار نمی کند تا مبادا مردم از گردشان پراکنده شوند. پس این بوی بد چیست که آزارمان میدهد؟ این بوی درون مرده و متعفن خود توست که استشمام میکنی. او باید از این شهر بیرون برود. چه کسی میتواند پیامبر خدا را از اینجا بیرون کند؟ مگر من میگذارم. او باید برود. او باید برود. آری، او باید برود. او باید برود. او باید از شهر برود. او باید برود. او باید از اینجا برود. او باید ساکت باشید. ساکت باشید. الهی، تو را شکر میگویم و از ابتلایم به این همه بلا شکایت ندارم. عهد خود فراموش نکرده، به پیمانی که بستم هنوز وفادارم. او باید برود. آرام باش. باید برود. ساکت بنشینید. آرام باشید. بنشینید. بس کنید. حال که این مردم این گونه پیمان شکنی می کنند، این همه ناسپاسی کرده حرمت نگه نمی دارند، چه اصرار که در میان آنان باشید و غمشان را بخورید؟ رنج و مصیبت بسیار دیدم، اما هیچ یکشون زخم زبان شما مردم بر من گران نیامد. تا یلدت زنده است کسی نمی تواند شما را از این شهر بیرون کند. اگر اراده خداوند بر این است که ایوب جهت آزمونی دیگر از شهر و دیار خیش آواره شود، بر این خواست خدا گردن نهاده، به زودی از این شهر خواهم رفت. این بهتر است. هم شما آسوده می شوید، هم تشویش مردم کم می شود. هیچ پیامبری قوم خیش را به حال خود رها کرده است؟ میبینی که آنها طردم کردند. آنها رسالتم را کذب میدانند.
آیا تا کنون از من دروغی شنیده؟ در ازای ارشاد و تبلیغ تا کنون از شما مزدی گرفتم؟ آن بدی که از من دیده اید کدام است؟ و آن نفی که از شما بردم کدام؟ آیا روزیم را با شما قسمت نکردم؟ آیا برهنهایتان را نپوشانیدم؟ شما را از زیر یوغ ستمگران نجات ندادم؟ شما را از بندگی جباران آزاد نکردم؟ دردهایتان را به جان نخریدم؟ جواب بدهید! اگرچه از شهر و دیار خویشم میروه نیست، اما دعای همیشه هم به درگاه خداوند تقاضای هدایت و سعادت برای شما مردم است. تنها یک وصیت دارم. با رسولان پس از من پیمان شکنی نکنید که بدترین مردم پیمان شکنان و مردم بدعهدند. کافی؟ هشت دینار. مقداری کم بده، او که نمی بیند. کم بدهم؟ چرا که نه؟ هم هشت دینار. همه عاجز نیست، کمک کن. خداوند به شما برکت دهد. خداوند خداوند زیباست. نه بسیار زیباست. سه دینار. خداوند به شما برکت دهد. خداوند به شما برکت دهد.
لعنت بر من. هرچه زودتر چاره ای بیندشید یا جندگی نابود خواهید شد. شنیدید؟ هرچه زودتر. حال باید دید که تار و پود نیرنگ من محکمتر است یا ایمان ایوب. گفتم فردا بیام، اگر نمیفهمی. به رایگان که نمیخواهم. بزد رنجیست که صبح تا به حال بردم. اگر داشتم دهان به دهان گدای بدبختی چون تو نمیگذاشتم. فردا بیا دینار از را بگیر و برو. من امروز نیازمندم، همسرم گرسنه است. تو را اگر دینار نیست، قرص نانی که هست. قرص نانی هم در خانه ندارم، اگر داشتم هم نمیدادم. خدا را چگونه جواب خواهی گفت؟ این به تو مربوط نیست. یک بار گفتم فردا بیا، امروز ندارم. لااقل به پاس آن همه نیکی که در حق شما مردم کرده این ما را اطعام کنید. برادر، تو هستی؟ آهای زن، تو کیستی؟ از همین دیارم، بیگانه نیستم. صدایت آشناست. آشنای دیرین این شهر و ناآشنای اکنون آن. آه، شناختمت، رحیمه، دختر افراهیم و فرزندزاده یوسف پیامبر. به چه روزی افتاده ای؟ چرا به اینجا آمده ای؟ چرا دست از سر این مردم بر نمی داری؟ جز این شهر جای دیگر نمی شناسم. تو حق نداری به اینجا بیایی. چه کسی این حق از من سلب می کند؟ شما کی هستید؟ اصلا به شما چه ربطی دارد؟ به من چه ربطی دارد؟ حالا نشانت میدهم. آهای مردم، آهای مردم، حالا نشانت میدهم. آهای مردم، آهای مردم، از خانه ها بیرون بیایید. چرا به جان خود رحم نمی کنید؟ چرا؟ چرا به فکر همسر و فرزندانتان نیستید؟ ای مرد، تو کیستی؟ آهای مردم، تا کی وجود این زن را در شهر خود تحمل می کنید؟ از من چه می خواهید؟ اگر ندیدید که خداوند با او و همسر و فرزندانش چه کرد؟ از من چه می خواهید؟ چرا جنجال می کنید؟ آیا برای خیش بیمناک نیستید؟
از آن که خداوند شما را به همان مصائب و بلایا مبتلا کند نمی ترسید؟ چرا باعث ریختن حیثیت من می شوید؟ حیثیت؟ حیثیت تو کجا بود بدبخت؟ چرا دست از سر ما بر نمی دارید؟ عجب گرفتاری شده ایم، از جان ما چه می خواهید؟ چشم باز می کنیم این نفرین شده منحوس را می بینیم. از جان ما چه می خواهید؟ براد می شود ایوب ظاهرن از این شهر رفته، ولی در حقیقت سایش چون ارواح خبیثه همیشه بر سر ماست. یاد پیمان شکنی ها عذابتان می دهد، نمک نشناسی ها رنجتان می دهد، دیدار من وجدان خفته‌تان را بیدار می کند، شما را به خودتان می نمایاند، وگرنه مرا با شما کاری نیست. آهای مردم، حبیب بیماری ایوب را مصری خوانده است. از این فاصله بگیر، او را از این شهر برانید. همه مبتلا نشده این باید خارید. او نیز به بیماری همسرش مبتلا. او رحم نکنید. باید از اینجا برم. اگر بیان از همسر و فرزندان خود علاقه ای نداریم، از اینجا برو. اگر هم بازنگ نیفر شده است، سازش کنید، انصارش کنید، انصارش کنید، انصارش کنید، انصارش کنید، دست نگه دارید. آرام چه شده است مردم؟ ما کیستیم؟ شرم‌آور است. جرم این بیچاره چیست که این گونه مورد هجومش قرار داده؟ او نفرین شده است، باید به سزای عملش برسد. آری راست میگوید. آی دست نگه دارید ببینم نفرین چه کسی؟ نفرین خداوند؟ مگر شما خدایید که قصد مجازات او را دارید؟ او باید از این شهر برود. زمین زمین خداست، تو که هستی که میخواهی او را بیرون کنی؟ اگر همه بیمار شدیم چه کسی جواب خواهد داد؟ خداوند خود طبیب است و همه را شفا خواهد داد. اگر امروز او را نرانیم روز دیگر با ساکت باش. شما دیگر بیشرمی را به نهایت رسانده اید. چرا پیرزنی فقیر را این گونه ستم روا میدارید؟ خداوند این ظلم شما را به کیفری سخت پاسخ خواهد داد. تا او را از این شهر بیرون نکنیم آرام نخواهیم نشست. درست گفتم، ساکت بروید و این بیچاره را این همه عذاب ندهید. مگر شما خدا را نمی شناسید؟ بروید. بروید بخانم. برو خواهر، اینجا نیست. تو نیز برو، نیست. گویا نیازمندی. خود و همسرم گرسنه‌ای. زودتر می گفتی، این که چیزی نیست. بیا خواهر، این هم نان. در ازای بهایش چه داری؟ در ازای بهایش هیچ ندارم. به رایگان نمیدم. من نیز به رایگان نمیخواهم. در اولین فرصت قرض تو را ادا خواهم. خیر نمیدهم، من معامله به نقد میکنم. مرا که درهم و دینار نیست. پس مرا هم معذور بدار. ای مرد، وام دهندگان را نزد خداوند اجری بزرگ، به خاطر خدا یاریم کن. ببین خواهر، من به خدا ایمان دارم، ثواب عمل خیر را نیز میدانم، مشروط بر اینکه توان پرداخت بهای نان را نداشته باشی. اگر داشتم با دست توی اینجا چه میکردم؟ من دینار نمیخواهم. پس چه؟ ببین خواهم، تو مستمندی و محتاج قرصی نان، من نیز مشکلی دارم که حلالش توی. از آنچه در توان من از طریق ندارم جز آنی که رضایت خدا در آن نباشد. مرا همسری مهربان و زیباست، اما نقص بزرگی دارد که رنجش می‌دهد و تو می‌توانی رنج او را تسکین دهی. از من چه کاری ساخته است؟ رنج، رنج بزرگ همسرم از کوتاهی گیسوان اوست. اگر بزرگواری کرده شاخه‌ای از گیسوان خود را به او هدیه کنید،
هم او را از غصه نجات بخشیده اید، هم مرا رهین منت خیش ساخته اید. درود بر پیامبر خدا ایوب. درود بر همه بندگان خاص خدا. چون همیشه محتاط می نمایی که مبادا درودی نسنجیده به غیر گفته باشی. همون گونه که همه را پاسخ می گویم. کیستی؟ همون دوست صدیق و یار با وفای دیرین. راه خیش گرفته به جهنم و را بگذار راحت باشم. باشد، رحیم همینک می آید و روزی امروز را به همراه دارد، اما کسی چه می داند از کجا آورده؟ بیشک روزی از جانب خداست که شکران بر عهده من است و به جای خواهم آورد، و اگر مصیبتی بر من آمده که از آن بی خبرم، به خدا پناه میبرم و در این مصیبت از او یاری میطلبم. به حق که بنده صبور و شکر گذاری و مصائب را چه آسان میپذیری. اما این مصیبت آخر را چه میکنی؟ هر چه باشد این نیز لطف خداست. از او هیچ ندیدم مگر لطف و مرحمت. کدام لطف؟ کدام مرحمت؟ رحیم خیانت کرده و تو لطفش میخوانی؟ دروغ است، دروغ است و نیرنگی دیگر. حقیقتی است که تو بر آن چشم بسته ای. او چاره‌ای جز خیانت نداشت. در حالی که شوی بیمارش گرسنه به انتظار غذا نشسته بود، او چگونه با دست تهی باز میگشت؟ رحیم چون این خطایی نمی کند. حتی اگر به قیمت جان من تمام شود. پس از او بپرس چرا شهنگان گیسوانش را بریده اند. گیسوان یک زن به چه جرمی جز خیانت بریده؟ افرین خدا من بر تو باد. با او چه حیله به کار برده؟ نه نه من نه. تو موجب این رسوایی هستی و خودش. خدا پناه میبره از شر تو ابلیس رام شده و در این مصیبت از او یاری میتن. نه، زبونی توست، زبونی توست که هرگاه درمانده میشوی به خدا پناه میبری، ولی این بار بیفایده است. به هر که میخواهی پناه ببر، چاره ای نداری جز پذیرفتن این ننگ. فور شو خناس اینک آمد. موی سرش را بنگر تا خود ببینی. فور شو بلیده. پایان صبر تو نزدیک است ایو، نزدیک. راهی سالها به نعمت متنعم بودم، به شکر نعمت بر ذمه من بود که در حد توان به جای می آوردم. 7 سال و اندیس که به هیچ گناه نعمت از من برگرفته مصیبتم عطا کرده ای. می دانم همان گونه که پیامبران پیش از من به مصیبت دچار شده بودند.
جملگی به تو پناه آوردیم. و اگر یاری تو نبود هلاک می شدیم. ایوب را نیز در همه مصائب تو یاری کرده. در این مصیبت آخر نیز یاری کن. به جلال و بزرگیت قسم اگر رحیم موی بر سر نباشد صد تا زیانش خواهم زد. چرا که گناهیست بزرگ و مصیبتیست بزرگتر. پروردگارم در این مصیبت آخر نیز یاری کن که جز تو یاری کننده ای نمی شناسم. پروردگارم به مهنت دچار گشتم. شیطان هر لحظه شماتت می کند. یاران خود را برانگیخته زخم زبانم می زند و این تن و شماتت ها تلخی مذاهب را به کامم ناگوارتر از شرنگ مرگ می سازد. الهی اگر پایان امتحانم فرا رسیده است تعجیل کن. تعجیل کن که ایوب بر خویش بیناک از مباد که شرمنده شود و در این آزمون بیروز نگردد. سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقب الدار. سلام بر عزیز ترین بندگان خداوند در زمین. یا ایوب، اراده خداوند بر این قرار گرفته است که دعای تو را مستجاب کرده و به پاس ایستادگی در برابر شیطان و بردباری و صبر در بلایا دوران محنتت را به پایان برساند. شکر خداوند بزرگ را سزاست. تمام مکنت از دست داده را به دست خواهی آورد و خداوند فرزندانت را نیز به تو باز می‌گردد. به راستی که او بخشنده ترین بخشندگان است. پای بر زمین بزن. چشمه جوشیده و قوسگاهی پدیدار خواهد شد. تو و همسرت از آب غبارای آن بنوشید و در آن غسل کنید. جوانی و نشاط دیرین به شما باز می‌گردد. نه، او خطاکار است و من قسم یاد کردم که مجازاتش کنم. رحیمه هیچ را خیانت نکرده و از زنان پاکدامن است. تو قسم به جای آورد. دسته ای از ریاحین فراهم کن که صد شاخه شود و با آن به نرمی او را بزن تا هم سوگندت راز شود و همو را آسیبی نرسد. سپاسگزارم. سخن ناتمام گذاشتی. به چه فکر میکنی؟ چیزی نیست. فقط یک لحظه به خاطرم رسید. پیش از این شما را دیدم. دوباره بنگر، شاید به جای آوری. اوه،
در جوانی از هر کس به شما شبیه تر بود. ایوب؟ آره، شباهت بسیار به شما داشت. از کجا که من ایوب نباشم؟ ایوب؟ نه، نه، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون او پیر و ناتوان بود. آیا همان گونه که پیری جوانان دست خداست، اگر اراده کند پیر برنا نمی شود؟ چرا؟ من منکر قدرت او نیستم، اما ایوب بیمار بود، آنچنان که یارای راه رفتن نداشت. اگر تو را به قدرت پروردگارت ایمانی هست، شفای بیماران نیز به اراده اوست. یعنی باور کنم که شما آری خودش هستی؟ نه نه نه، منظورم این هست که خودتان هستی. ایوبی، خدا شما ایوب هستی. چه میکنی؟ تمام میکنم، پیام بر خدا را، همسرم را، سلام بر پیام بر خدا، سلام سلام. سلام رهیبه. به لطف خداوند زمان مصائب و بلاهای من به سر آمده و او دوباره ما را غریق رحمت و نعمت خیش ساخته است. خدایا تو را سپاس میگویم. یقین تو در این توفیق سهم بسیار داری و من خود را همیشه مدیون تو می دانم. رسول خدا لطف بیش از حد اظهار می کند. من وسیله بیش نبودم. وسیله ای که بیشک خداوند برایم تعیین کرده است. آیا رسول خدا گرسنه نیستند؟ می‌بینید وظیفه هم درست عمل نکردم و شما صبح تا به حال گرسنه اید. من گرسنه نیستم، ولی من برای این نان ای کاش میتوانستم باز هم یاریتون کنم. رحیمه، تو تا کنون در حد توان رنج برده ای. پس اگر رسول خدا اجازه دهند از حضورشان مرخص شد. کجا؟ از ماندن چه سود در حالی که رسول خدا نیازی به کنیز خود ندارد. تو همسرم هستی، نیازم به تو بیش از همیشه است. اما رسول خدا دوباره جوان و زیبا شده اند، چه نیازشان به من پیر و ناتوان؟ اما تو نیز جوان و زیبا می شوی. یعنی ممکن است در این چشم درای تا قدرت لایزال او بر تو نیز آشکار شد. الرحيم والعاصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.